اعتراضات دانشجویی در تهران، کرمانشاه، زنجان و اصفهان، اعتراض موفقیت آمیز کارگران شرکت شیمیایی فلزی خاور در پاکدشت، اعتراض مردمی در اصفهان به گرانی نرخ اتوبوس، تجمع اعتراضی ساکنان خیابان مشتاق دوم اصفهان، ادامه اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان، جزئیات جدیدی از پایداری 16 تن از فرزندان مردم بلوچستان در پای چوبه دار، ادامه اعتصاب قضای زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در زندان بندرعباس. شهرهای تهران، کرمانشاه، اصفهان و زنجان شاهد اعتراضات دانشجویی بودند. دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان علیه طرح سرکوبگرانه و ارتجاعی تفکیک جنسیتی در این دانشگاه اعتراض کردند. دانشجویان دانشکده کامپیوتر دانشگاه تهران روز دوشنبه 20 آبان ماه به وضعیت نابسامان خدماتی و بیکفایتی گردانندگان دانشگاه اعتراض کردند. جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های شبانه دانشگاه رازی کرمانشاه به افزایش 70% شهریه ورودی‌های جدید اعتراض کردند. دانشجویان دانشکده فنی مهاجر اصفهان روز سه‌شنبه 21 آبان ماه به نحوه برگزاری امتحانات و عدم اطلاع از زمان آن اعتراض کردند. کارگران شرکت شیمیایی فلزی خاور در پاکدشت در مقابل دادسرای ارتجاع در پاکدشت تجمع کردند. آنها پس از ماه‌ها اعتراض و پیگیری موفق به گرفتن حکم توقیف کارخانه و پرداخت مطالبات عقب افتاده خود شدند. بیش از 9 ماه است حقوق این کارگران پرداخت نشده است. شماری از مردم اصفهان روز سه‌شنبه 21 آبان در اعتراض به مسدود شدن خیابان مشتاق دوم به سمت بزرگمهر تجمع کردند. این خیابان بر اثر ترکیدن لوله مسدود شد، اما کارگزاران رژیم هیچ اقدامی در این رابطه انجام ندادند. بنا به خبر دیگری، جمعی از مردم اصفهان به دو برابر شدن کرایه اتوبوس اعتراض کردند. در واحد اتوبوسرانی اصفهان کرایه‌های اتوبوس از روی کارت الکترونیکی که مسافران به همراه خود دارند محاسبه می‌شود، اما زمانی که مسافر کارت الکترونیکی خود را به همراه نداشته باشد، دو برابر آن مبلغ از مسافر گرفته می‌شود که این امر باعث اعتراض جمعی از مسافران شد. اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه حقوق عقب افتاده همچنان ادامه دارد. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه حقوق عقب افتاده از 8 روز پیش دست از کار کشیدند. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی که در زندان بندرعباس در تبعید به سر می‌برد، در اعتراض به انتقال خود به بند مجرمان عادی دست به اعتصاب قضا زد. وی به دستور عباس مرسلپور سردشقیم زندان بندرعباس به این بند منتقل شده است. عباس مرسلپور از بستگان پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس می باشد. بر اساس گزارش های منتشر شده 16 تن از فرزندان دلیر مردم بلوچستان که در روز 4 آبان ماه به دست دشخیمان رژیم آخوندی اعدام شدند تا آخرین لحظه ایستادگی کرده و با شعار مرگ بر استبداد به پای چوبه دار رفتند. یکی از همبندان آنها که از اعدام برگشته گفته است روحیه تمامی بچه ها بالا بود. گویا اصلا از مرگ هراسی نداشتند. یک نیروی عجیبی بر ما حاکم بود. محمد مرضیه دادستان رژیم چند قدم جلو آمد و قصد سخنرانی داشت که یکی از زندانیان با فریاد بسیار بلندی که سکوت شب را شکست شروع به الله اکبر گفتن کرد. بقیه زندانیان سیاسی یک صدا شروع به الله اکبر گفتن کردند و سپس مرگ بر استبداد لحظه ای قطع نشد. فراخوان به اعتراض و قیام، هر فرصت، هر زمان، هر مکان.
هموطنان، جوانان دلیر و اشرف نشان، مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی در داخل میهن اشغال شده، مرحله سرنگونی رژیم منفور ولایت فقیه واقعی و جدی است. بیش از حد به درازا کشیده است. به لطف جنگ و استمالت و امدادهای قیدی استعماری که جنبش مقاومت خلق را به بند کشید. اکنون باید در هر فرصتی آماده قیام بود. زمان و لحظه مناسب برای برخاستن فرا می رسد. بحران و نارضایتی جوشان از پایین جامعه به بالا رسیده و سرریز شده است. پایینی ها که مردم ایران باشند این رژیم را نمی خواهند. بالایی ها که آخوندهای شق شقه حاکم باشند در مانده اند و دیگر نمی توانند سرجم عمل کنند. خامنه ای دیکتاتور خوناشام با رگبار اعدام های روزمره در خفا و علن می خواهد با روب و وحشت ما را از حرکت باز دارد. از این طریق ناخدای استبداد در محیط توفانزا می خواهد کشتی در هم شکسته نظام را از غرق شدن برهاند. در عصر کبیر آگاهی و ارتباطات خلقها با پیشتازان پاک باز خود به میدان آمدند تا راه را ادامه دهند. دنیای ارتجا و بهره‌کشی باید پایان یابد. گفته بودیم که حرف آخر را خلق اسیر و پیشتازان در زنجیرش می زنند. بر زنجیر هاست که از هم بگسلد، بر شب تیره و تار است که مغلوب آفتاب کاران شود. شب تیره و تار استبداد و ارتجا که ایران زمین را در بر گرفته و خلق ما را اسیر کرده است. در هر فرصتی به اعتراض و قیام برخیزید. با تمام توش و توان، هر زمان، هر مکان. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی، رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی مردم ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 26 اردیبهشت 92. یکانها و دسته های ارتش آزادی بخش ملی ایران در سراسر میهن اشغال شده برپا. آهای بچه های سراسر میهن اشغال شده، منظورم همون انقلابیون مجاهد و مبارز و اشرف نشان است. بلادرنگ برای برپا کردن و آماده سازی تیم ها، دسته ها
و یکانهای ارتش آزادی اقدام کنید و آماده باشید. بلادرنگ برای اون شروع به فکر و طراحی بکنیم. در سراسر میهن اشغال شده ها در زمان موعود در لحظه مناسب فرصت و فرصتهای طلایی از دست نرود. بر عهده هر ایرانی آزاده که میخواهد یوغ ستم آخوندی رو در هم بشکنه و خواهان سرنگونی این رژیم پلیده است، علیه فاشیسم و استبداد مذهبی است و مخصوصا در عهده جوانان دلیر و اشرف نشان است که اینها دسته ها و یکان های ارتش آزادی رو به هر میزان که میتوانند در هر کجا از عرص تا خلیج فارس و از خراسان تا خوزستان، از تبریز تا سیستان و بلوچستان، از کردستان و کرمانشاه تا یزد و کرمان برپا و برای اون اعلام آمادگی بکنند، محقق کردن ترنگونی دشمن ضد بشری، اون هم به دست خودمون و توان خودمون با همون منطق کس نخارد. حالا با تشکیل یکانهای ارتش آزادی وظیفه است مبرم و میهنی برای تمام آزادگان ایران زمین، به ویژه برای جوانان دلیر و غیور و اشرف نشان. با خدایا در این وظیفه ملی انقلابی و میهنی اونها رو در هر کجا که هستند مدد کن، مخصوصا با مشعل تکثیر شده اشرف و مجاهدانش در هر کوی و برزن، در هر شهر و منطقه و روستا، به جانب برپا کردن یکانهای ارتش آزادی که طبعا در برگیرنده ارتش قیام هم هست و اون کار کرد رو هم خواهد داشت، به پا خیزند و پیش بتازند. We'll be right back.